با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، خارش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، بالاخره بعد از سالها زجری که جولیان آسانج مؤسس سایت ویکیلیکس که معمولا اسناد جنایات نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها و گروه های ارتجایی کشورهای امپریالیستی و غیره رو منتشر میکرد، به ویژه مثلا در ارتباط با جنگ عراق و جنگ افغانستان، بالاخره بعد از سالها حداقل 61 ماه که در زندانهای بریتانیا بوده و البته این پرونده سازی دولت آمریکا براش که بیش از 10 سال طول کشیده، بالاخره یک توافقی کردن در یکی از تریتوری ها یا قلمروهای استعماری آمریکا در اقیانوس آرام، جزایر مارین. اونجا مثلا این به یک جرمش به اصطلاح اعتراف بکنه و در عوضش هم قاضی حکم داده که مثلا همون 61 ماه زندانی رو که بیش از 5 سال در بریتانیا گذرانده، همون به اصطلاح بشه مثلا حکمش، و بر این ترتیب او تونست این تراژدی رو که در واقع هم برای خودش بودم یک تراژدی بوده برای آزادی بیان و مطبوعات رو پشت سر بذاره و الان وارد خاک استرالیا شده. در این رابطه بحث های مختلفی در فضای مجازی انجام شده. بخشی خب زمینی که خوشحالن از آزادی جولیان آسانج، از این که او وادار شده که به یک جرمی ناکرده، به اصطلاح که از دید ما جرم نیست، وظیفه هر ژورنالیست آزادی خواه و انسان دوست هست، اعتراف بکنه، خود این رو هم خطری میدونن در آینده برای فعالیت آزادانه ژورنالیست ها و از این لحاظ دچار نگرانی بودن و بحث های به هر حال در این زمینه هست. در این رابطه اومدیم سراغ هما ارجمند عزیز، فعال سیاسی چپ، که اخیرا در نشریهشون تریبیون که هم به فارسی هم به انگلیسی منتشر میشه، بیانیه رو در ارتباط با آزادی جولیان آسانج دادن. هما ارجمند عزیز کمپین های مختلفی رو در طول سالهای فعالیتش سازمان داده، از کمپین نه به آموزش شریعت در مدارس گرفته تا کمپین نه به نسل‌کشی اسرائیل در غزه و کمپین های مختلف. هما ارجمند عزیز خوش آمدی به برنامه تلویزیون برابری. مجددا تحلیل شما رو میشنویم از این رخدادی که روی داد. متشکرم. با سلام به شما و بینندگان عزیز. خودتون بخشن گفتین که جولیان آسانج ژورنالیستی استرالیایی بود که 5 سال و 2 ماه در وخیم ترین زندانهای انگلیس زندان شد و 7 سالم پناهنده در یک سفارت که توی اتاق زندگی میکرد، تو سفارت اکوادور توی انگلیس. حالا جرمش چی بود؟ جرم این شخص چی بود؟ جرمش این بود که جنایات ناتو و آمریکا رو به خصوص در افغانستان، در عراق، در خاورمیانه و اینکه چه بلایی سر دستگیری‌های به اصطلاح شهروندان و یا سربازان عراقی در گوانتانامو می آوردن و عکسای از اینا در نشریهش پخش کرد. این عمل باعث شد که ایشون رو دستگیر کنن، تمامی کسایی که باش همکاری کردن فراری بشن، یکیشون سر از روسیه در آورد که الان شهروند روسیه است و خودش هم این همه بلاها سرشون بیاد. این تازه در کشورهای غربی هست، به خصوص آمریکا، به خصوص کشورهای ناتو، که سخن از آزادی بیان میزنن، سخن از توی تمام به اصطلاح قوانینشون آزادی بیان بخش
اصلی به اصطلاح این قوانینشونه. صحبت از آزادی نشریات میزنن، صحبت از نه فقط صحبت میکنن، بخشی از قوانینشون هم هست، ولی توی همچه موقعیتی، توی همچه شرایطی که یک نفر افشا میکنه از جنایت اینا رو، به جای این که جنایتکارا رو محاکمه کنن، اون کسی که اینا رو افشا کرده با سند دستگیر میکنن و محاکمه میکنن و برای بیش از 10 سال تو بدترین شرایط براش زندگی رو به اصطلاح به جونش به لب میرسه، این زندگی به جونش رو به لب میرسونن تا بالاخره موافقت بکنه که به جرم جاسوسی به اصطلاح موافقت میکنه با جرم جاسوسی و آزاد میشه. باید راستش روی این اصل یکم بیشتر تکیه کنیم. چجوری میشه که ایشون رو دستگیر میکنن؟ چجوری میشه که یک جنبش عظیم عدالت خواهی پشت این شخص قرار میگیره؟ چجوری میشه که همه اینایی که مدافع عظیم، یعنی تمام اینایی که مدافع آسان شدن، کسایی هستند که مدافع بی قید شرط آزادی بیانن؟ و باید گفت که در همچه شرایطی که الان قرار گرفتیم، یعنی در دوره‌ای که داره نسل‌کشی انجام میگیره و درست در همین شرایط همین آمریکا و همین کشورهای ناتو به دروغ اخبار میسازن، اخبار تحویل روزنامه نگارا میکنن و روزنامه نگارا یا اینکه اون دروغا رو با تمام وجودشون میپذیرن و پخش میکنن و یا اینکه مطیعن و میخوان که فاندشون حالا قطع نشه، کارشون رو از دست ندن، روزنامهشون ممنوع نشه و حتی خطر جانی براشون نیفته، اون دروغا رو تحویل جامعه میدن. در یک همچه دورانی ما داریم زندگی میکنیم، در یک همچه دورانی یک جامعه وسیعی در دفاع از آسانج بلند شد که اینا به صورت حتی ملیتنت میخواستن که آسانج آزاد بشه، اصلا میگفتن باید همین الان آزاد بشه. این چرا؟ این بستر عدالت خواهی در جامعه، در جامعه جهانی چه امری باعث شده که جولیان بشه، حالا من اسمشو قهرمانم نیارم، بشه سمبل عدالت خواهی؟ چیزی شد که همه ما جشن گرفتیم برای آزادش، البته متاثر شدیم که مجبور شد بپذیره که امر جاسوسی رو انجام داده، ولی درست مثل همون کاری که تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته دیگه، آدم ها رو وادار میکنن، شکنجه میکنن، جلوی تلویزیون میشوننشون تا بگن که ما اشتباه کردیم و یا حتی خطایی رو که نکردن بپذیرن، در اون صورت ممکنه که مثلا اینو به توی زندان از زندان انفرادی در بیارن بکنن توی بخش عمومی. این دقیقا همون کاره. آیا جامعه اینو میپذیره؟ آیا جامعه این همه آدمی رو که آوردن، این همه انسانهایی که برای زندگی آزاد برابر مبارزه کردن، دستگیرشون کردن و بلاها سرشون آوردن جلوی تلویزیون و گفتن ما غلط کردیم و از این کارا نمی کنیم و یا اعتراف به جرمی کردن که هرگز درش درگیر نبودن، آیا جامعه اینا رو پذیرفت؟ به نظر من جامعه الان به خاطر وجود افراد اونچنانی که در جهان وجود داره مبارزه می کنن برای زندگی بهتر واسه همه، اینها بدون استثنا با یک شرایط خاصی روبرو هستن. در این شرایط به خصوص من از کشورهای حتی اسلام زده، از کشورهای خاورمیانه، از کشورهایی که دیکتاتوری تام وجود داره صحبت نمی کنم، دارم از آمریکا، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از استرالیا، حتی از کانادا صحبت می کنم که آزادی رو محدود کردن، نه فقط در نشریاتشون، نه فقط در روزنامه هایشون که به اصطلاح بستر اصلی خبرگزاریه، بلکه حتی در سوشال میدیا، حتی در این رسانه‌های اجتماعی که ما هممون درش درگیر هستیم، اینها سانسور میشن. چند نفر نوشتن که فیسبوکشون رو
به اصطلاح برای یک هفته یا دو ماه یا سه ماه ممنوع کردن. چند نفر گفتن که ما نمیدونم اینستاگراممون محدود شده. در یک همچه شرایطی یک نفر میاد و میگه آره من جاسوسی کردم و با این موافقت میکنم، آیا جامعه واقعا پذیرفت اینو؟ نمیپذیره دیگه. اما این باعث شد که اون 175 سال محاکمه که قرار بود که ببرن آمریکا و محاکمش کنن و 175 سال زندان ببرنش، این چیزی که به توافق رسیدن باعث شد که همون میزان سالی که 5 سال و 2 ماه مثل در انگلیس زندان بود همونو حساب بکنن به عنوان مدت زمانی که یک جاسوس به اصطلاح محاکمه میشه و حد اکثر زمانی که میتونه زندان بره اونقدر. جاسوس که میگن نشر خبر ولی به صورت کاذب، 5 سال و خورده 6 سال باید زندان برن، اینو به اون بخشیدن و آزاد شد. البته ما آزادیشو به همه تبریک میگیم. این به خاطر مبارزات وسیع در سطح جهان بود که نه فقط از آسانج دفاع میکنن و میکردن، بلکه برای گفتار حقیقت روبرو شدن با عدالت خواهی. یعنی با بیان همین عدالت خواهی هاست که این جمعیت وسیع در سطح جهان بلند شده و روز به روزم به این تعداد اضافه داره میشه، چه در مورد نسل‌کشی در غزه، چه در مورد تمام کشورهای دیکتاتوری، و تمام اینها رو زیر سوال بردن و افرادی مثل آسانج وجودشون ضرورت داره برای جامعه جهانی و جامعه جهانی رو دستشون اینو بلند میکنن صرفا برای اینکه تمام کثافتکاریای این دولت‌های امپریالیستی رو اووردن رو دیگه، کاملا نشون میده دموکراسیشون هیچ چیز جز توپ خالی و تبل خالی نیست، نشون میده آزادی بیانشون هیچ چیز جز تبل خالی نیست، و نشون میده حتی سکولاریست بودنشون هم همینه. والا چجوریه که در مورد اسرائیل که میگن یک کشور سکولاره، این چنان بدبختی های سر مردمی که خودشونو مسلمون میدونن یا حتی مذهب بی مذهب میدونن میاره، این چه نوع سکولاریه که این همه بلاها میاره؟ منظور این که امثال آسانجا هستن که میتونن مردم تشنه و واقعا دنبال رو و به عنوان یک لیدر توی جامعه میپذیرن و میخوان آزادی رو، و برای نه فقط آزادی شخص اون دارن مبارزه میکنن بلکه برای عدالت خواهیه. این جمعیت وسیع صرفا دنبال عدالت خواهی و حقیقته. ما میدونیم که به هر حال این اون اسنادی که تو ویکی‌لیکس منتشر کرد در رابطه با نقض حقوق بشر جنایات جمعی، یکی از اونا مثلا چی بود؟ تازه اسنادی بود که اون نظامی سابق ارتش آمریکا چلسی منینگ داده بود به ویکی‌لیکس، که در اونجا نشون میده که هلیکوپتر آپاچی آمریکایی داره مردم غیر نظامی رو زمین رو که تعداد روزنامه‌نگار هم توشون بودن رو داره به گلوله میبنده. فیلم این رو ویکی‌لیکس منتشر میکنه. و جالب اینه که خود چلسی منینگ که البته ترنس بوده بود و الان آزاد شد، یعنی اوباما قبل از پایان دوره ریاست جمهوری او را آزاد کرد، خود اون که اسناد رو گرفته بود و به اصطلاح رسانده بود به دست ویکی‌لیکس و آسانج، خود او آزاد شده بود و اون روزنامه نگاری که این اسناد رو، اسناد جنایات، یعنی شما اگر جرمی در جایی چه توسط فرد حقیقی چه توسط یک نهاد دولتی یا غیر دولتی داره انجام میگیره، اون افشا میکنی، باید به شما جایزه بدن بابت افشای به اصطلاح یک جرم، یک جنایت که از گسترش اون مثلا چیه جلوگیری، نه که شما رو تد تقریبا. البته این جاسوسی مازیان، خود این دولت‌ها که شب و روز در حال جاسوسی از همدیگه هستن، داستان چی هست؟ یعنی از CIA تا موساد تا اینتلیجنس سرویس فلان دائما شب و روز در حال جاسوسی هستن. البته از 10 سال پیش اینا غیر از این جرم میخواستن یه جرم، من نمیدونم، تجاوز و مجاوز و این چیزا، خب
آسان قبل از اینکه با این همسر فعلیش که تو زندان بود ازدواج کرد، خب مثلا به عنوان یک فرد به اصطلاح آزاد و خوشتیپ هم بود و اینا، مثلا با یکی دو خانم مثلا در سوئد رابطه داشت، رابطه کاملا آزاد، و بعد اونا رو تحریک کرده بودن از دولت سوئد هم دولت آمریکا که یه همچین جرمی هم بپاش، که خوشبختانه تو اون دادگاهی که تشکیل شد تبرئه شد از این اتهام به اصطلاح تجاوز و آزار. مدت هم توی سفارت اکوادور بود که به هر حال بعدا افتاد زندان و به قول تو 62 دو ماه تمام در زندان بود و اینا. خب حالا سوال اینه که مثلا این آقای ریچارد نیکسون چجوری اومد به زیر کشیده شد، ماجرای واترگیت. اگر اون روزنامه نگاران شجای واشنگتن پست نمی رفتن اون تحقیقات خودشون رو منتشر نمی کردن، نیکسون وادار به استعفا می شد یا نمی شد؟ مثلا وقتی بیل کلینتون اون ماجرای به اصطلاح رابطه با اون خانم مونیکا کاراموز مثلا کاخ سفید، این توسط کیا افشا شد؟ توسط روزنامه نگاران افشا شد دیگه. یعنی اگر اینا نتونن این مسائلی که می بینن، هم از فساد اقتصادی تا سیاسی تا جنایت و نقض حقوق بشر رو افشا بکنن، از کجا بس باید باید چجوری به اصطلاح این داستان آزادی و مطبوعات و رسانه و حق فلان چی میشه؟ به هر حال یه عده‌ای هستند از درون سیستم یا درون زندان یا درون ارتش یا درون سیستم اقتصادی بانکی فلان بهمان، این اطلاعات رو باید برسونن به دست روزنامه‌نگارا. و اصلا وظیفه روزنامه‌نگار هست که این اسناد فساد و جنایت و فلان رو افشا کنه. ببین دقیقاً همین چیزیه که شما دارین میگین. وقتی ما صحبت از آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی نگارش و غیره رو ما صحبتش رو میکنیم، در حرف نیست، در عمل باعث میشه که دولت‌ها مجبورشن یه سری قوانین رو رعایت کنن، قوانینی که خودشون هم تصویب کردن و قرار، من صحبت از دولت‌های غربی میکنم، بازم نه کشورهایی که دیکتاتوری هار درشون وجود داره، و این قرارا بی خود به وجود نیامده. اگر که همونا مثل من دارم میگم، مثل مثلا چراغ سرخ و سبز راهنما رانندگیه، اگه همون قوانین رو رعایت نکنن، خب با توی چاله افتادن خودشون. برای همین میبینی که اون کسی که با خودشون هم همکاری داشته بود، توی یک به اصطلاح دولت توی یک جا زندگی کردن و حرف زدن و تصویب کردن و غیره، ولی یه سری چیزا در چارچوب اون قوانینی که خودشون قبول کردن و یک شخص قبول نداره و در به در دنبال آدمی میگرده که واقعا دنبال حقیقت جویان میگردن. حقیقت جویان هم کسایی هستن که دسترسی دارن به حالا یا نشریه خاصی یا به وبسایت خاصی و یا یه سازمان خاصی دارن، به اونا دسترسی پیدا میکنن و اخبار پخش میشه. چیزی که اینجا بایستی بیان بشه اینه که واقعا دنیای رو وارونه کردن. آخه این چه دنیاییه که خودتون میگین اگر کسی این کار رو بکنه، این کار رو بکنه، این کار رو بکنه، جرم محسوب میشه. اگر کسی آزادی زبان کسی رو بگیره، جرم محسوب میشه. ولی اون بر قضیه کسی که میاد از همین آزادیایی در همون چارچوبی که شما تعریف کردین پیش میبره، مورد محاکمه قرار میگیره. بعد جانی که خود دولت وقت در همون زمان آمریکا بوده و یا انگلیس و آلمان بوده که ازش حمایت کردن، همین دولت انگلیس که اینو 5 سال و 2 ماه در بدترین وخیمترین سیاه‌چال‌های قرون وسطایی نگه داشتن، اون وقت اینو میندازن اونجا، ولی خود جانیا جایزه نوبل میگیرن، خود جانیا جایزه صلح میگیرن، خود جانیا روی ازشون تعریف و تمجید میکنن. همین روزنامه هایی که میدونن فردای خودشون اگه بخوان یک کلمه خارج از به اصطلاح اون چارچوب خواست دولت ها پیش برن، همین بلایی سرشون میاد که سر جولیان آسانش اومد، ولی میبینین که جانیا بیرون دارن میگردن و افتخارات بهشون داده میشه، ولی اونایی که میان حقایق رو فاش میکنن، جنایات رو فاش میکنن، اینها با همچه
زندگی روبرو میشن. زندگیش عملا تباه شد، 10 سال و اندی روزگارش که میتونست خیلی مثمر ثمر باشه برای جامعه عملا محدودش کرده و نتونست از اون دستاوردهایی رو که میخواست داشته باشه. این دنیای، این باید بگیم این دنیا رو که برای ما وارانه کردن ما باید روی قاعده خودش بذاریم. به نظر من افرادی مثل جولیان آسانش، افرادی که مدافعن، افرادی که همین امروز تو خیابونها به صورت میلیونی میان بیرون در دفاع از نسل‌کشی، اینها همه متکی به اینن که میخوان عدالت اجتماعی برگزار بشه. اینها همه قصدشون فقط دادن یه خبر نیست، برای محبوبیت در یک روزنامه نیست، برای دریافت پول نیست، برای گرفتن یک مقام در دولت نیست. اینا جونشون رو به خطر میندازن، آسایششون رو به خطر میندازن برای اینکه میخوان یک دنیایی وجود داشته باشه که بر اساس حقایق، بر اساس عدالت برگزار بشه. و به نظر من این عمل آسانش دقیقا در این شرایط مجبور شد دولت آمریکا اینو آزاد کنه، به خاطر این جنبشی که پشتش را افتاده بود مجبور شد در یک همچه شرایطی. ولی خب باید تهمتاشون هم بزنن، اما اقسام برای اینکه آدم ها رو بکشن حتما این نیست که تو زندان به قطر برسونن، حتما این نیست که تو زندان نگرشون دارن برای 15-20 سال، باید نابودشون کنه از نظر شخصیتی و سیاسی قضیه، و برای نابودی کردن اینها از هر ابزاری استفاده میکنن، از توهین کردن، از اینکه متجاوزه، از اینکه زن آزاره، از اینکه کودک آزاره، از اینکه پول لزی میکنه. اما اقسام ابزار تو دستشون هست، نشریاتشون و روزنامه هاشون هم هستن، این دروغا رو بایستی پخش کنن، اما جامعه اینا رو نمیپذیره، اینا رو دونه دونه رد میکنه. از اینا مثل من باید بگم با شتاب هرچی بیشتر از اینا عبور میکنه و به هیچ عنوان شک رو درشون به وجود نمیاره. چرا؟ چون میگن کسی که زن آزاره، کسی که ابیوزگره، تحت هیچ شرایطی نمیاد جونشو به خطر بندازه و این حقایق رو برای جامعه افشا کنه، و خیلی راحت اونا رو گذاشتن کنار. حالا خوشبختانه تو اون قضیه آزار و اینا تجاوز، خب خودشون هم پذیرفتن، تبرئه‌اش کردن، دادگاه تشکیل دادن. مدت‌ها آمریکا در پی برمنای اون قانون استرداد مجرمین که با بریتانیا داشت میخواست به اصطلاح آسانج رو بگیره، پس بگیره از بریتانیا، که خوشبختانه مثلا با کمپین ها و تظاهرات ها و اعتراض های وسیعی که انجام شد تحت فشار اون در 2 دادگاه، هم دادگاه بدوی هم دادگاه تجنظر دیوان عالی لندن، استرداد رو رد کرد. در این عالم اینم باید بگیم که این آقای بایدن حالا در آستانی این انتخابات ریاست جمهوری دوست داشت که یک کاری بکنه که به قول معروف مثلا رأی اون بخش مترقی جامعه رو در رقابتی که با ترامپ داره مثلا جلب بکنه، گفته یک کاری بکنیم و اینا. ولی اینا عوض این که معذرت خواهی کنن، عوض این که اصلا جبران خسارت بکنن، به خاطر اینکه 10 سال یه آدم رو مورد پیگرد قرار دادن که بیش از 5 سالش تو زندان بوده و در زندان هم دچار بیماری افسردگی شده، فشارهای روحی و جسمی و اینا روش بوده، عوض این که اعاده حیثیت بکنن مثلا اون رو حالا وادار کردن که یه جرمی رو بپذیر. به قول اون شاعر میگفت اون کس که او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. از اینا باید سوال کرد. مثلا اخیراً اینا بعد از 20 سال یکی از مقامات بلک واتر، یعنی یک کمپانی امنیتی نظامی خصوصی که انواع اقسام جنایت کرده بود در عراق پس از اشغال عراق توسط آمریکا بعد از سال 2003 رو دارن محاکمه میکنن. خب اگر اون روزنامه نگارا جنایاتی که این بلک واتر کرده، اون عکس‌های زندان ابو غریب بغداد رو منتشر نمی‌کردن، شما به خودتون اجازه می‌دادید که این مثلا فرد حالا نظامی خصوصی یا نظامی خود پنتاگون رو محاکمه بکنید؟ نکنید. و بعد میرید، یعنی دقیقاً اون کاری که جمهوری اسلامی می‌کنه. اون دو تا خبرنگار که میان عکس می‌گیرن از مساجین امینی کشته شده در از پیکرش و از گوش خونینش در بیمارستان کسرای تهران عکس می‌گیرن،
عوض این که بره مثلا حالا در یک دولت قانونمند بره سراغ اون ارشاد و گشت ارشاد که مهسا رو به این روز انداختن، اون دوتا خبرنگار رو میندازن. ببین من کاملا با شما موافقم، فقط روی یه چیز که الان گفتین، فقط برای اینکه، نه اینکه موافق نیستم، ولی میخوام بگم که یک چیز برای اینکه جامعه فکر نکنه که دولت ها مجبورن یه جرم ببندن پای افراد به خاطر اینکه فردا ادعای حیثیت و به اصطلاح غرامت مالی نکنن، باید بگم اینطور نیست. این پولا پولی نیست، وقت در قیاس با بیلیون بیلیون دلاری که میفرستن تا نسل‌کشی انجام بگیره، اینا اصلا پولی نیست. مگه چقدر جولیان آسانج میومد غرامت میخواست؟ 10 میلیون، 100 میلیون؟ اصلا هیچ جای اینا رو نمی گرفت. نه، اینا میگردن جرمی رو تایید میکنن و میخوان که این امضا بکنه که بعدش یک به اصطلاح یک نوع دیگه محدودیت برای روزنامه نگاران به وجود بیارن. یعنی در واقع یک رهبر روزنامه نگاری که شجاعانه اومده بیرون تمام این اسناد رو تا اونجایی که تونسته پخش کرده رو برای اینکه یک گوشمالی درست حسابی به بقیه خبرنگارا بدن، باید قوانینی رو تصویب کنن که بر اساس اون بتونن دستگیر بشن، محاکمه بشن و غیر و غیره. این جرم جاسوسی، جرم نشر جاسوسی، نه جاسوسی، جرم نشر مثلا نشر اسناد محرمانه، اینجوری باید بگیم، یه همچه جرمی بستن پای جولیان، نه جاسوسی. حالا جاسوسی هم تازه، اولا جاسوسی رو کسا، این که خودش در ارتش آمریکا نبوده که، دیگران کردن. آره. این وسیله انتشارش رو، این وسیله انتشارش رو فراهم کرده. آره. این جرمی، این جرمی که براش گذاشتن جرم نشر به اصطلاح اسناد محرمانه دولت آمریکا بود. تشویق و همچنین تشویق افراد به بدست آوردن به اصطلاح خب این اسناد. خب بسر اینه که مثلا شما تا یه کسی، اگر مثلا الان یه پرونده در خود بریتانیا هست فاش شده، دارم ما برحال بعد از سالها حضور بریتانیا بعد از 2001 در افغانستان که چه جنایاتی کردن این سربازای بریتانیایی از مردم روستانشین عادی یا حتی سربازان چی استرالیایی. خب اگر افرادی از درون خود اون ارتش بریتانیا، خود اون ارتش استرالیا یا آمریکا نیان فاش نکنن، به دست عده‌ای نرسونن و اون عیان نشه، شما زحمت محاکمه این افراد رو به خودتون میدین یا حتی بررسی مثلا این رو به خودتون میدید؟ نمیدید. بنابراین این درست مثل جمهوری اسلامی، مثلا اون آقای سعید طوسی قاری قرآن و آموزش دهنده قرآن، کلی پرونده تجاوز و آزار جنسی اون کودکان آموزش دهنده گیرنده قرآن رو داره، به جای اینکه او رو بگیرن میرن اون کسایی که اون رو افشا کردن، این خبر رو لو دادن، اینو من نمیدونم باستاب دادن، میرن به اصطلاح چی سراغ یا اون آکادمی فوتبال مثلا مشهد که یکی از این افراد ادا وابسته به خود رژیم این بوده، آکادمی فوتبال داشته، کلی از این نوجوانان و کودکان عاشق فوتبال رو مورد آزار قرار داده، به جای اینکه او رو بگیرن میرن سراغ اون خبرنگاری که میاد این خبر رو افشا. دقیقاً. صرفا برای اینکه نمیخوان خبرنگارای دیگه از این به اصطلاح این بشه براشون یه درسی و این کارا رو ادامه بدن. دقیقاً به خاطر همین همچه جرمایی رو برای جولیان آسانج بستن که به خبرنگارای دیگه بگن که شما دیگه نمیتونین این کارو بکنین. شما هم اگه قرار باشه خبری به تصویب ما نرسه، پخش کنین که مورد به اصطلاح امنیت کشوریمونو به هم بزنه، ما همچه جرمی رو براتون بدیم. فراموش نکنید تو دادگاه های غرب اینجوریه که اگه یک نمونه ثبت شده باشه، حتی جزء قوانینشون نبوده باشه، بر اساس اون قانونی که ثبت شده به اصطلاح شخصی که با محاکمه شده و اینقدر بهش تعلق گرفته، دیگرون هم میتونن محاکمه کنن و همونقدر ماکسیموم بهشون جرم میدن. برای همین اینا سعی کردن که و همینطور که خودتون در ابتدای امرم گفتی، جولیان آزاد شد ولی به خاطر توافقی که با
به اصطلاح دادگاه کرد و آزاد شد، تمام خبرنگارا با اینکه خوشحال بودن که این جنبش عظیم که پشتش را افتاده بود، جنبش عدالت خواهی، یه ضربه کوچیکم به اینا زد و اون اینه که از این به بعد باید حواسشون رو بدن، چون آزادی بیانشون یا آزادی نگارششون به مخاطره افتاده. اما جواب من به اینا اینه که ببین، قوانین مرتب دارن تصویب میشن، اما وظایف ما اینه که این قوانین رو با چی میگن پچک بزنیم تو کلشون. این قوانینی که تصویب میشه رو همیشه میتونیم آندو کنیم، همیشه میشه به سطل زباله بندازیم. اینا چیزی نیست، آیات نمیدونم آسمانی نیست که یه عده دنبالش را بیفتن و بگن الا و بلا باید همین بشه. آدمایی هم هستن که این آیات قبول ندارن و به سطل زباله میریزنش با عملشون، با رفتارایی که توی جامعه انجام میدن و با کمپینایی که را میندازن و با این جنبشایی که را میفته برای عدالت خواهی، به اینا میپیوندن و همه این قوانین نقش بر آب میشه. برای همین من میگم که دولت آمریکا یه قانون، یه چیز رو به این بس که بقیه روزنامه نگارا رو محدود تر کنه که از این کارا نکنن. والا برای این نبود که بگه خب اگه شما تو دادگاه آزاد شدین، حالا این آقا میره و دولت آمریکا رو به اصطلاح میکشه به محاکمه که چرا منو 5 سال و 2 ماه نگهداشتین بابت اون 10 میلیون دلار پول میخوام. به خاطر اون نبوده اصلا. درسته، نه این برحال من تو که تیتر برنامه مشخصه ما، ضمن این که از آزادی جولیان آسانج عزیز بسیار خوشحالیم، ولی خطاب به او و همه روزنامه نگاران آزادی خواه میگیم که شما جرمی مرتکب نشدید. دقیقا. جرم را اون حکام، اون طبقات حاکم که تمام جهان رو دارن یا میچاپن یا غارت میکنن یا هر از چندگاه جنگ راه میاندازن، مجتمعهای صنعتی نظامی، کمپانیهای امنیتی، اینها هستن که دارن جرم میکنن، جنایت میکنن. فقط از این که این هر از چندگاهی از میان هزاران هزار جرمی که مرتکب شدن یکی دو تاش پتش میفته رو آب، از این خشمگینم و میخوان جلوی همین یکی دوتا پرونده هم که هر از چندگاهی درز میکنه، به قول معروف لیکس میکنه، مثل همین اسم سایت آسانج، این رو به اصطلاح چیه جلوشو بگیرم. باید قاطع از آزادی بیان و مطبوعات دفاع کرد بی قید شرط. فرصت زیادی نداریم، اگر در یک دو دقیقه نکته ای داری به عنوان کلام آخر میشه. حتما. من میخوام به تمام آزادی خواهان، به تمام انسانهایی که برای جویای حقیقت، برای عدالت تمام عمرشون رو یا مبارزه کردن و یا در خط مبارزه هستن همین حالا تبریک بگم. این یک موفقیت بود برای تمام ما. به خانواده خودش تبریک بگم و برای تمام ماهای درس خیلی خوبی بود که اتحاد عملمون برای عدالت خواهی همیشه به یه جا خواهد رسید و در کنار هم باشیم برای علیه نسل‌کشی و علیه تمام تجاوزاتی که دولت‌ها هم اکنون دارن انجام میدن، به خصوص در کشورهایی که تحت سلطه خودشون دارن و یا به دستور اونا روی کار اومدن، بایستی تمام وجودشون بشه گوش و چشم و تمام این ناعدالتی ها رو وقتی میبینن به زبون بیارن و به جنبش عدالت خواهی جهانی بپیوندن. متشکرم از اینکه به من این وقت رو دادین. مرسی از بینندگان عزیزتون و خوشحالم که در کنار هم هستیم. متشکرم. درود بر شما. مرسی.